به بخش اقتصادی خوش آمدید. صدها پایه چراغ‌های آفتابی که طی سال‌های گذشته در شهر هرات نصب شده از بیشتر آنان خاموش می‌باشد. شماری از باشندگان هرات نسبت به این باره انتقاد کرده می‌گویند شهرداری به خاطر ترمیم این سولرهای آفتابی اقدامی نمی‌کند. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات و فلان می‌گویند شرکت‌هایی که مسئولیت نصب این سولرها را داشتند ناکام بودند. بنابراین این موضوع باید از طریق اداره شهرداری جدی گرفته شود. مسئولان اداره شهرداری هرات میگویند برای ترمیم این چراغ‌ها یک تیم تکنیکی دست به کار شده است. محسن کریمی گزارش می‌دهد. طی 4 سال گذشته تقریبا 1100 پای سولر در نقاط مختلف شهر از سوی اداره شهرداری هرات نصب شد. چراغ‌های آفتابی که حالا بیشتر آنها خراب شده و خاموش می‌باشد. این چراغ‌های آفتابی در 3 مرحله روی این جاده‌ها نصب شده است. حالا فعالان مدنی در هرات میگویند بیشتر این چراغ‌های آفتابی در سطح شهر خاموش است. بنان شرکت‌های قرارداد کننده که مسئولیت نصب این سولرها را داشتند ناکام بودند. ما چندین پروژه‌ای برای تطبیق نصب سولر در شهر هرات داشتیم. متأسفانه همه پروژه‌ها ناکام بوده و مشکل اینجاست که اداره شهرداری و مسئولینی که در رابطه باید نظارت می‌کردند این پروژه ها را اینا دقت نکردن. در نخستین قرارداد این پروژه که نصب بیش از 400 پای سولر در 5 نقطه شهر هرات بود، پول هنگفت اختلاس شد که این مسئله باعث شد تا اداره های عدلی و قضایی عاملین اصلی را تحت تعقیب قرار دهند و در حال حاضر نیز رئیس شرکت و رئیس پیشین بخش ساختمانی شهرداری هرات فراری اند. شماری از باشندگان هرات و برخی اعضای شورای ولایتی هم از خاموش بودن سولرهای داخل شهری انتقاد می‌کنند. آنها میگویند باید اداره شهرداری بالای شرکت‌های قراردادکننده فشار وارد کند تا دوباره این چراغ‌ها را فعال بسازند. متأسفانه می‌بینم روز به روز سولرها بین میره، جاده کنن پس به خاموشی میره. تا اون روز با خانواده بودیم، یک جاده بودیم که وحشت کردن، گفتن اگه همین چراغ‌های موتورا نباشه دیگه کلاً خیلی وحشتناک جاده سمت ولایت فکر کنم بودیم. متأسفانه یک کدرمیون همین سولرها در بیشترش جاده ها خاموشه و مخصوصا حالا شهر نو که یک چیز جای بزرگ مرکز شهره که شو فکر نکنه مثلا یک دونه از این سولارا روشن باشه. با این حال اداره شهرداری هرات میگوید این چراغ های آفتابی طی سال های 1390 الی 93 نصب شده است، اما خیلی از سولارها مشکلات تکنیکی دارند. بنابراین تیم تکنیکی اداره شهرداری آموزش های لازم را دیده تا به زودی کار بازسازی و ترمیم این سولرها را آغاز کند. یک اندازه یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. طبیعتاً بعضی از چراغ‌ها شاید نسبت به بعضی عوامل که مربوط بخش تکنیک ازی میشه خاموش شود یا کم نور شود. اینا هم تیم حفظ مراقبت ازی انشاءالله کار خود شروع میکنه و بعضی جاهایی که یعنی نور ازی کم رنگ است و یا خاموش است اینا ترمیم میشه. کدام نگرانی خاصی وجود نداره. در حال حاضر بیشتر جاده های درون شهری هرات با چراغ های آفتابی مزین است، اما اکثریت این چراغ ها به دلیل مشکلات تکنیکی کار نمی کند. اداره شهرداری هرات در نظر دارد تا پس از بررسی همه جانبه تمامی مشکلات تکنیکی سولرهای آفتابی را برطرف کند.